عمو جمال. جیلان خیر باشه دخترم. میگم علی نیومد اینجا. نه گفت الان میام ولی خبری ازش نشده. چی شده؟ هیچی، میخواستم یه چیزی بهش بگم ولی هر جا گشتم نبود. زنگم میزنم جواب نمیده. شب بهش میگم بهت زنگ بزنه. کار مهمی داری؟ دیر کردم. میدونم. ببخشید. اینا رو تو نوشتی؟ جیلان یه چیزی بگو دیگه. خواهش میکنم. کاش همون موقع که به هم دادیش میکنمش. پس درسته؟ بهترین جمله رو خودتو نوشتی. این که کنارتم. روبروت بایستم. دوست دارم. منم دوست دارم. منم تو رو دوست دارم. یا ربیم سن بیکسون، یا ربیم سن گلسون، دور دور گچن زمان کولارون گلسون، بیتون ساعتلر دورسون، درد رزگارلر سوسون، عشق گنیشی باختما گلرک دوسون. شیمدی عشق زمانیدر، عشق عمرم بهاردر، براق سرخوش اولادم، میلر عشق شرابیدر. شیمدی عشق زمانیدر، عشق عمرم بهاردر، براق سرخوش اولادم، İçtiğim aşk şarabı. Mevsim bahar olunca, aşk gönüle dolunca, sevenler kavuşunca, yaşamak ne güzel. Mevsim bahar olunca, aşk gönüle dolunca, sevenler kavuşunca, yaşamak ne güzel, yaşamak ne güzel. تو متعهلی نمالو.
آبجی یادگار عزیزم، نشنیدم عارفه، خوش اومدی. بیا. آره، حواسه سر جاش نیست. اومد؟ نه، شب میاد. چی کار کردین؟ با هم حرف زدین؟ نه، حرف نزدم. خودش گفت عجله نکنم، وقتی برگشتم حرف میزنیم. تو تصمیمتو گرفتی؟ میخوای با آقا شاهین ازدواج کنی؟ عارفه زود باش، مامان دارن میرن. باشه پسرم، اومدم. زود باش دیگه، دارن راه میافتن. ای باش. بابا باشه دیگه، کله فرفری، وضعیت ما رو ببینا، ببین به چه روزی افتادی. چی شد؟ صافه ماما. آره داره جلو عقب میره. ایشالله که پسره. داره میچرخه آبجی ها. چیک چه جلو عقبی؟ تو دخالت نکن عارفه. اگه به چرخه چی میشه؟ دختره دیگه. عارفه حسنا تکون نخور دخترم. اون تکون نمیخوره، دست تو میلرزه. صبر کن صالحه، صبر کن، بذار ببینم. چی شد امی ها؟ دارم نگاه میکنم. بسم الله. صافه به پیر، به پیغمبر پیزن. نبای امو هم دختره، بالاخره یه پسر میاد که اسم جلب اوگلوها رو ادامه بده. آره به لطف تو آبجی. ممنون. عزیزم تموم نشد، هی سیر بیار حلقه به چرخو. بچه پسر بابا بزرگ بقایدی. بس کنید بابا، منم قرار بوده پسر شم. خدا. آره ولی دختر شدی، گرم کن پوش و فوتبالیست و تیرانداز درجه یکم شدی. اگه بریم دکتر بهمون میگه، ولی معلوم نیست کی راه بیفته. اومدم بهادین. آره آروم باش. حلقمو بده. آروم دیگه. برو آبجی. انشالله که با خبر خوب. جیوانم رفته ایتالیا دیگه. آره با یه پیغام خشک و خالی. یادگار جان به تو هم چیزی نگفت عزیزم؟ نه آبجی، گفتم که خبر نداشتم. حسنا بهادین هم یه بار رفت تا 20 سال برنگشت، حالا این بار امه ها دخترها به سلامت. از سلام ایشاله با خبرهای خوب برگردی. خپلی سلام برسون ماما. باز داره میگه خپلی؟ هل نده دیگه دختر. میخوام کفشمو بپوشم. این جواب میده؟ جواب میده. خب دیگه مامان ما رفتیم. بیا توفان زد، این پول تو جیبیه مدرسته. نرن جان مامانم به همون داده بود بابا بزرگ. اون جدا، اینم جدا بگیر. دیگه فرفری هم مدرسه میره. بعد مدرسه میام دنبالتون. باشه برین دیگه، برین به سلامت، برین. هرچی شد به من خبر بدی. یا باشه مامان. بیا 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 دیگه جینا. خیلی خوب دیگه. مام به سلامت. بیا یادگار اینو بگیر. این چیه امه؟ این نامه‌ای که برای حسنا نوشته بودی. من گفتم پیش من بمونه که دوباره ناراحت نشی، ولی پیش خودت باشه بهتره.
ممنونم امه جون. خب دخترم، تصمیمتو گرفتی؟ ببین یادگار جان، آقا شاهین مرد خیلی خوبیه، تو رو ول نمی کنه، بچه ها تو ول نمی کنه. الان جوونی، خوشگلی، ولی هیچ کس باید بدونی که جوون نمی مونه. به بختت پشت نکن، به حرفم گوش کن. الو، چطوری یادگار؟ منم خوبم ممنون. یکم استرس دارم، پرواز شبم رو یکم جلو انداختم. تا چند ساعت دیگه تو استانبولم، یکم زودتر هم دیگه رو ببینیم. کی؟ باشه، ولی من باشه، خیلی خوب میام. باشه، میبینم اتون. زود باش دیگه مامان، دیرمون شد. باشه پسرم، باشه، دارم میام. خیلی خوب. سراش باز ایلهان، چطوری داداش؟ دلمون برای تنگ شده بود، همش 10 روز بود دیگه ایلهان، رفتم اومد. ماشین همینجاست، بریم؟ بریم. کس دیگه ای نمیاد؟ نه. پس یادگار خانم چی؟ یا بریم. ایلهان بیا ببین خوشت میاد یا نه. وای سراش باز، حلقه مادرمه، تو ایتالیا میخواستم بهش بدم ولی نشد. با هم آشتی کرده این؟ نه، ولی میرم باهاش حرف میزنم. بعدم عقد و عروسی. آره، ما به همین راحتی ها به هم نرسیدیم. اگه منو ببخشه تا آخر عمر باهاش میمونم، دیگه ولش نمی کنم. نبایدم ولش کنی، دمت گرم سراش باز. تو نگران نباش، حلش میکنم، این آب خوردم میمونه. آره، فقط یادگار مونده که اونم تا چند هفته دیگه حلش میکنم. باشه، چقدر وقت داریم؟ 2 ماه؟ تا 2 ماه دیگه با یادگار ازدواج میکنم. حل داداشم، تو تموم شده بدونش. باشه؟ خیلی خوب دیگه داداش، خیلی خوب دیگه عزیزم، فعلا به داداشت اعتماد کن. ممنون داداش، ممنون. پس تو کجایی پسرم؟ هیچو مامان، رفتم بقالی. چی شد؟ پس چی خریدی؟ بازم دنبال جیلانی؟ بازم شروع نکن دیگه مامان. چرا؟ من گه با بچه طرفی پسرم، خجالت نمی کشی مامانتو گول میزنی؟ این قضیه به این راحتی ها نیست علی. کدوم قضیه راحت نیست مامان؟ واسه خودتون ماجرا درست کردیم، برداشتیم با یه دختر نامزدم هم کردی. اونو که خودت خواستی مامان. الانم فکر کردی حلقه رو در بیاری خلاص میشی؟ ببین، اون دختر رو استاد برات خواستگاری کرده، اگه بشنوه دیگه نمیذاره پاتو تو این رستوران بذاری، هم تو هم جیلان رو بیچاره میکنه. مامان
برو دعا کن من چیزی نبینم پسرم. برو دعا کن اون حلقه رو به خاطر اون دختر در نیاورده باشی. که اگه اینجوری باشه، اگه جیلان بیچارت کرده باشه ها، منم دست رو دست نمیذارم. بعدا نگی نگفتی. خوشخندم. کارمون تموم ماهه. خاله بهیه خیلی آتیشیه بابا. علی هم واسه به هم زدن نامزدی وقت پیدا کرده. حالا ما چیکار کنیم؟ کاری نمیشه کرد خوشخندم. باید نقشه اول رو اجرا کنیم. خب نقشه چیه؟ خودمون به اوستا میگیم. چیو؟ جریان خودمونو. بابا ما رو میکشه. خب بکشه چیکار کنیم؟ مگه اینجا همین تصمیم رو نگرفتیم ما؟ باشه این تصمیم رو گرفتیم، ولی همون روز شوهرم هم که 30 سال بود گم شده بود برگشت، داییم غیبش زد، بابام دیوونه شد، همه چی پشت هم اتفاق افتاد. چیکار کنیم ها؟ از این که خاله بهیه بره بگه که بهتره. فکرشو بکن. خب کی؟ امروز. ماهر برو یه سر به میزه سه بزن. باشه داداش باشه. الو تو کجایی دایی؟ برگشتم عارفه جان، یه چند تا کار دارم میام. نه عارفه، نه به کسی چیزی نگو. بگو ببینم دارین چی کار میکنین، بقیه کجا؟ یونس جان مگه مدرسه چی داره که ازش میترسی؟ مگه از مدرسه نمیترسم. دروغ نگو میترسی. مامان خیلی خوب تو هم داداشتو اذیت نکن دیگه. وای ما به اسفنجی اسم جدید برات پیدا کردم. داری میری مدرسه؟ آره آره. آفرین آفرین، منم دارم میرم با خدیجه حرف بزنم. بذار بهت پول تو جیبی بدم. نه نمیخواد بذار. من پول دارم ببین. ای خدا این چیه؟ یه لیره، دو لیره، سه لیره، چهار لیره، بیا ببین اینم 5 لیره. ببین باید با خواهرت تقسیمش کنی ها. باشه ممنون داداش بهتر. این جرفیه، منم عموتم دیگه فعلا. یاره دخترم بی موفق باشی عزیزم، مراقب خودت باش. باشه تو هم خوب به حرف معلمت گوش کن. باشه باشه برو ببینم. پسره؟ دختره؟ پشتش به این بره حسنا خانوم، نمیتونم ببینم. اگه سونوگرافی با جزئیات بدید خوب میشه. ول کنید خانم دکتر، مگه اون دوتایی دیگر رو اینجوری به دنیا آورده؟ فقط برای فهمیدن جنسیتش نمیگم، برای فهمیدن وضعیت سلامتیش هم خوبه. خودتو ناراحت نکن، پسرمون تست حلقه رو خوب پشت سر گذاشت. پس میگید پسره؟ میگن دختر خوشگلی مادرش رو میگیره، پسر زیاد میکنه. اگه متوجه شده باشی خدا رو شکر صورت منم خیلی نورانی شده. تو تقویم چینی هم پسر در اومد. پس ما علکی چی شد؟ جنین برگشت. برگشت؟ آره برگشت. معلوم شد؟ آره معلوم شد. دختره یا پسر معلومه خانم دکتر؟ معلومه. ای خدا چیه؟ معلومه معلومه. منم میخوام ببینم. ایلهان داداش وایسا 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 همینجا وایسا. اومد یادگار یادگار داداش جیوان باشتیم چطوری؟ دارم میرم مدرسه. آفرین پسرم. یادگار دنبال من لایو.
ممنون جمال جان. انشالله. بچه هست دیگه، خودت هم میدونی. همین که سالم باشه، مشکلی نداشته باشه، کافیه. دیگه دختر و پسرش فرقی نمی کنه. خیلی خوب جمال جان، من بهت خبر میدم. فعلا داداش، فعلا. خداحافظ. حسنا؟ بهاردین. خوش اومدی. ممنونم. خبرها خوبه، نه؟ آره، صحیح و سالمه. خدا رو شکر، خدا رو شکر. دیگه چی؟ خوبه دیگه بهاءالدین، همه جاش سالمه، حرکت میکنه، میچرخه. میچرخه؟ آره. خب پس چرخید معلوم شد. خب الان دختره یا پسره؟ معلومه دیگه. حسرا؟ ببین بهاءالدین، چشمات دارن میخندن، معلومه خبرهای خوبی داری. عزیز دلم، ببین صبح خودم گفتم فعلا هیجان زده نشد و بهاءالدین درست تست حلقه رو رد کرد، ولی سری خوشحال نشد که پسر. صبر کن ببین دکتر چی میگه. آره پسره؟ حسنا؟ پسره. پسره؟ آره. ای خدا، در این پسر دار میشنی بهاءجان؟ دارم میاد عزیز دلم، عزیز دلم. برو عزیزم، برو پسرم. تو هم با هم بیام مامان. من که نمیتونم بیام پسرم، این کلاس مال شماست. ببین دوستاتم دارم میرن تو، اینجا واسه مامان بابا ها نیست. خب اونجا میشینی نگاه. اجازه نمیدم. چرا؟ قول میدم صدام در نیاد. پسر عزیزم، پسر قشنگم، مگه تو نگفتی من دیگه بزرگ شدم، میخوام مثل آبجین برم مدرسه، مشق بنویسم. پس چی شد ها؟ تو دیگه پسر بزرگی شدی، زود باش برو کلاس، مدرسه میری، دانش آموزی. سلام. بیا بریم تو که شب مامانت برای بابا تعریف کنه پسرش بزرگ شده، دانش آموز شده. باشه یونس؟ برو یونس. باشه. آفرین پسرم، آفرین. برو ببینم. یادگار چیه جیوان؟ چی میخوای؟ یادگار باید حرف بزنی. لازم نکرده حرف بزنی. سب کن یادگار. چی میخوای بگی جیوان؟ آن دیگه چی میخوای بگی؟ بیا این چی؟ برگه طلاق. اون ازدواج از اولش هم سوری بود. از اولش هم سوری بود؟ همه چی درست شده ره؟ از اولش هم چیزی نبود یادگار. ما قرار بود بریم ایتالیا جیوان، آماده شدیم، وسایل جمع کردیم، یعنی چیزی نبود. تو چرا به من چیزی نگفتی؟ یادگار میخواستم تموم شه بعد بهت بگم، گفتم الان عصبانی میشه، درک نمیکنه، بذار جداشم بعد بهش بگم. یادگار تو چشمای من نگاه کن. یادگار دارم میگم تو چشمای من نگاه کن. باش، باید میدونستی، ولی من به خاطر تو برگشتم، به خاطر تو اینجا. اگه تو رو نمیخواستم، اگه دیوانه بار عاشقت نبودم اینجا چی کار میکردم یادگار؟ به هم دروغ گفتی یادگار. من بهت گفتم که تا آخر عمر عاشقت میمونم، میمونم دیگه، میمونم. اگه میخوای عصبانی شو، اگرم میخوای قهر کن، ولی من اینجا هیچ جام نمیرم. آه
آره جمال جان، پسر. آره دیگه، خدا همونی که میخواستیم و بهمون داد. خیلی خوشحال شدیم بهای دین، خیلی خوشحال شدیم. مبارکتون باشه آقا. اوستا از من خیلی خوشحال شده. جمال پسر آبچی. وای خدا. بابا به اوستا سلام برسون. بهای دین، بهیه، دخترا، علی، ماهر، همه سلام میرسونن. خب دیگه داداش، راستی به حسنا هم سلام برسون، منتظرتونیم. پس پسره. آخره سومی پسر شد. ما بچه اولمون پسر شد ولی اینجوری واسمون جشن نگرفتید. ما بریم عمو چمو. آره آره، ما بریم یه تبریک بگیم، بغلشون کنیم. ما میبریمتون جیلان. نه بابا، با دو چرخه میریم. بیا جیلان. رفتیم عمو چمو. بریم. دوستو سلام برسون. عمه الماس، عمه صالحه، ما هممون اینجاییم آبجی. بتال هم اینجاست، دست بوسه. بتال خیلی خیلی خوشحال شده آبجی. واسه خواهرزادم ترانه نوشتم. باشه باشه، آره. بیاید بیاید، منتظریم، ما منتظرتونیم. پسره. آی خدا رو شکر. نه با های عمومم دختر بودم. بلطفه این پسر فامیلیمون بر جا میمونه الماس. والا خاندان سلطنتی اینقدر واسه پسر دار شدن خوشحال نشده. اما بذار برگردم. چی شده؟ میخوای بری الماس؟ میشه کنارم ساله. خیر باشه عمه، کجا میخوای بری؟ پیش ملوان. کدوم ملوان؟ کاپتان کیر، کاپتان کیر. دخترم باشه عمه، باشه. ببینم ازت چی میخواد عمه جون؟ میخواییم بشینیم و حرف بزنیم. هنوز نگفته چی شده؟ پسرم، فضولی شوهر من به تو نیومده. شوهر سابقت یادت نرفته که گم شده بود. بتال راست میگه، ملوان صداد کرده، ولی بذار ببینیم بهاءالدین اجازه میده بری یا نه. اگه منم بودم عمرن نمیذاشتم بری. تو به کارت برس. به جام. شوهر خواهم. یا سفار شو بیا. خیر باشه. خبر خوب داریم، خبر خوب. آبجی حسن. خدا بهای دین. بیا 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 بلا بیا. بازم لازم نیست به آجون از چیزی بترسه. یه داماد داره این شیر. تو خانواده ما همه پسر دار میشه. بتال جان، از عروسی حرف میزنم اخبات میره تو هم، از بچه حرف میزنم. ببینم اصلا آلبوم چی شد؟ آلبومم؟ نه، مردم اصلا توجه نمی کنن. چند تا نمونه دادم بیرون ولی آهنگ حماسی رو از یه عینی قبول نمی کنن. باز اگه آهنگ عاشقانه چیزی بود. ای خدا، ای خدا به من صبر بده. خود خودم خود خود قمرم قبول نمیکنه. دیگه به اینجام رسیده آخه. ما تو استانبول نمیتونیم زندگی کنیم. تنها جایی که میتونیم بریم عینه. ای
بیا دخترم. مراقب باش حسنا، مراقب باش. آروم بیا. بهای دین دارم میام دیگه. خوش اومدی. آبجی خوش اومدی. خیلی خوشحال شدم. ممنون. مبارک باشه بابا. وای مگه مادر پسر شدن راحته؟ مگه نه ساله؟ دیگه باید مراقب خودت باشی. مامان! فال عمه درست از آب در اومد. فال نبود که دخترم رسمه چند ساله بود. خیلی خب بریم تو حرف بزنیم بریم. حسنا اگه گفتی کی اون توه؟ کی؟ سورپریز آبجی جیوانم تو از کجا پیدا شد جیوان؟ برگشتم دیگه شاید ای خدا ای عزیزم ای خدا حسنا داری خفش میکنی آبجی بلاخره این بیچاره رو خفه میکنه نگاش کن قرمز قرمز شده حالت خوبه دایی؟ بلش کن حسنا جان بلش کن عزیزم بابا جی من از جداشون میکنم دخالت نکن دیگه اینم که همه چی دخالت میکنه آی خدا شکرت برگشت بهای دین میبینی؟ میبینی یادگار؟ دیدم آبجی دیدم خیلی خوب خوش اومده یه جوان جا ممنونم شهر بیا بشی بیا بیا عزیزم بیا ای خدا ای خدا الو من اومدم یادگار تو استانبولم کجا ببینمت؟ نمیدونم من تو رستوران یکم کار دارم آبجیمم همین الان از دکتر برگشت ولی یه جوری میام نه باشه دیر نمی کنم نه نگران نباش باشه میبینمتون داداش جیوان شربت آب لیمو نیاوردی آجی آبجی اینا رو برای خواهر زدم آوردم نمیدونستم پسره واسهش لباس فوتبالم میخرم بابا جون براش سنگ تموم میذاره مگه نه بابا جون آره به خودم گفتم حسنا داداشت یه بار رفت 20 سال بر نگشت الان بازم رفت من که نامه نوشتم آبجی آره نوشتی ولی ما از یلدا خبر نداشتیم چیزی بین ما نیست آبجی قضیه احساسی نبود فقط واسه کمک بود دستش درد نکنه واسه چی کمکشو قطع کرد حسنا داره میگه سوری بوده دیگه اون تا اینجا هم اومد پسرم اون کار مامانم بود عارفه راست میگم دیگه اگه تو نمیگفتی نمیومد مامان دختر چرا داد میزنی؟ تازه اگه تایی میومد میگفت با هم ازدواج کردیم باز هم دروغ بود مگه نه تایی؟ آره بفرما من دارم میرم شوهر خواهر صبر کن با هم میریم آبجی نه جیلان جان من یه کاری دارم تو رستوران میبینم تو کجا؟ من یه کار کوچیک دارم شوهر خواهر میرم زود میام خیلی خب پس توی رستوران میبینم باشه این دختر کی میخواد بره حرف بزنه باهاش حسنا نه بهای دین هنوز وقت هست شب میره شب کجا میره تو هم جیوانم برو دیگه وسایلتو جا به جا کن زود باشه حاجی به جیوان کمک کن دخترم
سب کن هاچیک، سب کن خودم. نه میبرم داداشی. بدش من هاچیک. میبرم میکشه عزیز آبجی. خودم میبرم بدش کن. قربونت برم من. آی. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس مدیا انترتیمنت. رنگت پریده. بهایدین هم بچه همش تکون میخورد. از بعد دکتر دیگه تکون نمیخوره. خب بریم دکتر یه نگاهی بندازه. نه یکم صبر میکنیم. چی شده آچی؟ چیزی نشده داداش. نه که بچه پسر آبجی خیلی خوشحاله. یادگار. یادگار؟ یادگار که چیزیش نیست. گفت کار دارم. آره گفت. فکر نکن نبودی میخواستیم اتاق و صاحب شیما. میخواستم جمعشون کنم. همه شونم تمیزم. خیلی خوب هاچی، خیلی خوب. بذار اینم بردارم. آوی خدا بدش به من. خب تو چی کار کردی؟ کارامو حل کردم و برگشتم هاچی. آه خدا رو شکر. واسه رستوران رفته بودی دیگه؟ آره واسه حل کردن کارهای شراکت. آه تو چی کار کردی؟ وضعیت شما چطوریه؟ ما هم میخواییم ازدواج کنیم داداش جیوان. ما میگفتیم نصف این مال اوناست، اما فقط الان یه زمین و یه مغازه براشون مونده. بهتان میگه پاشو بریم این. منم میگم نه، من نمیتونم اینجا رو ول کنم. همینجوری موندم این وسط دیگه. خب میخوای چی کار کنی؟ حرف دلتو گوش کنه هاچیک. داداش جیوان میخوام حرف دلمو گوش کنم، ولی بتال از یه طرف، داداش بهایالدین از یه طرف، آبجی حسنا، دخترها، عمه ها، فرفری، همشون یه طرف. دلم داره آتیش میگیره. ماهر من نمیخوام دخالت کنم، ولی دخالت نکن داداش. من تصمیممو گرفتم، میخوام برم هر جوری شده با اوستا حرف بزنم. با بابام؟ آره میگم اوستا ببین، تو خودت هم اهل عشق و عاشقی. میگم دوستش دارم اوستا، دوستش دارم. میگم چشم من کس دیگه یو نمیبینه. تو میخوای اسمشو بذار دوست داشتن، میخوای اسمشو بذار عشق، ولی هرچی هست علکی نیست. عشق آتشی. آره خوشخنده من، من دارم میرم. مبارک باشه. ممنون نور دیگه. تو این سن بازم بچه دار شدی بهایالدین. اونم پسر. آره آره دیگه پیش میام. مبارک باشه. صبر کن پسرم، یکم صبر کن. خدا بفرمایی. این چیه؟ دفترچه بانک. چه دفترچه بسره؟ سهمم تو رستوران ایتالیا. جیوان؟ فقط واسه طلاق که نرفتم شوهر خواهر، سهمم هم تو ایتالیا فروختم. خیلی خوب، مبارک باشه.
بگیر مال خودت. من چی بگم بخوام؟ بگیر دیگه شوهر خواهر. با این بدهیامونو به بانک آلتینداخت صاف کن. ما به هیچ کس بدهکار نیستیم. یعنی چی که نیستیم؟ نیستیم دیگه، صاف شد. شوهر خواهر، بانک یقمونو گرفته بود. اون یکی کارم که خسارت رو دستمون گذاشت. نمیتونستیم صبر کنیم. بدهیمونم پرداخت کردیم. با چی؟ با خونه. شوهر خواهر، خونه رو فروختیم. صاحب خونم بهمون اجازه داد یه سال همون جا مستأجر بمونیم. ببین عمه صالح قسمم داد، میدونی دیگه آبجیت حامل است. تو این وضعیت اینو نشتم بهتره. جیبان جان من، تو، عمه ها، کسی دیگه ای نباید بشنوه. اوسا میشه دو دقیقه با هم دیگه حرف بزنیم؟ میخوام یه چیز مهمی بهتون بگم. سرم هی دورو برای من داری میپله که بابا. داداش جیوان اجازه میدی؟ ببخشید تو رو خدا. بیا ماهر، بیا بشین حرف بزن. عارف چی شد؟ یه چیزی، چیزی نشده. خوش اومدی آبجی ادگار. ممنون جیلن جان. یکیتون بیاد آشپزخونه بچه ها. اومدم بابا. من اومدم داداش شمال. اوستا خودت کم و بیش دیگه منو میشناسی. من آدم خوشقلبیم و آزارم هم تا حالا به هیچ کس نرسیده، میدونی که. اوستا بهادی، شنیدم بچه‌تون پسر مبارک بشه. ممنونم. ان شاءالله زیر سایه پدر مادر بزرگ. ممنونم برادر. خسته نباشی اوستا. ممنون. آها. چی داشتی میگفتیم؟ قلب و نیت و این چیزا. داشتم از نیت میگفتم. خب نیت خوب داشتن خیلی مهمه. بالاخره باید مطابق شخصیت آدمو قضاوتشون کرد دیگه، میدونی. مثلا تو از دست یه نفر عصبانی میشی، ولی این که اون آدم چطور آدمیه میتونه میزان عصبانیت تو رو کم و زیاد کنه، یا حتی ممکنه یه اتفاق خوب بیفته، یه اتفاق باشکون، اونم ممکنه. نه بابا، اگه نیت خوب باشه ممکنه که، یعنی تو سرت جای خورده پسرم. من نه. پس چرا داره این همه چرت و پرت به هم میبافه؟ واقعا تا میخوای منو دیوونه کنی ماهر؟ نه اوستا، این چه حرفی؟ ببین، یا نیت و کار خوب و این چیزا چیه؟ تو داری صبر منو امتحان میکنی ماهر؟ پاشا برو به گوشت سر بزن، کوفته رو از رو گاز بردار، کباب رو برگردو. چشم، برو. ای خدا، استغفر الله. آها بتال، بیارش پسرم، بذارش این گوشه. اینجا، آها بذارش. خوب همینجا خوبه؟ آره امه. نه این گوشه نمیشه، اینجایی که من نشستم فقط تلویزیون دیده میشه. پس بذارینش اینجا. آره برش دارید. عمه صالح بگو کجا بذاریمش دیگه، اینم این تراکتور سنگینه، هی از صبح داریم جا به جاش میکنیم، کمرمون شکست. خب نه حاملگیه دیگه. دست بهاجونم درد نکنه، هفته سنگین ترینشم سفارش داده. بذاریدش اونجا. هر اونجا دیگه. آره باشه. بسم الله. اینجا بذارید اینجا. خیلی خوب، یا آبجی بیا بشین. آه.
این مبل این تخت میمونه ولی مامان نمیدونه کجاش بشینه. مثلا تکون نمیخوره نه؟ خبری ازش نیست. ای خدا آخ. این پسر چش شده؟ این پسر چش شده؟ بودو بچه بودو برو بیسکویت بیار روشم سبز خوش بریست. آره شاید پسرمون گشنه شده، وقتی غذا بخوره حالش خوب میشه. تو دیگه کجا؟ عمه من سبزی خشکو میخورم ولی میخوام یکمم راه برم، شاید فعالیت حالشو بهتر کنه. منم میام مامان. نه تنها که نمیشه بری دخترم. تا سر کوچه میرم و میام. خیلی خواب باره. یه چیزی شکستم از من گفتم بود. سرویس شدیم. نه 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 هنوز نتونستم باش حرف بزنم. اینا دوروبر یادگارو حسابی شلوغ کردن، امکان نداره بتونم تنها گیرش بیارم. دارم میگم نقشه دارم دیگه، تو تا شب صبر کن، واسه شب یه فکر بکر دارم. خیلی خوب دیگه رفیق، خیلی خوب عزیزم. مامان گلناز، ممکنه یه اشتباهی کرده باشم ولی نیت بدی ندارم. تو یه کمکی بکن این بچه تکون بخوره. مامان زود باش. روز خوش. بابی نتونستم حرف بزنم دیگه داداش، قشنگ سر زبونم بوده ولی نگفتم. خوب شد داداش، حرف میزدی میخواستی چی بگی؟ میخواستی بگی عارفه رو دوست دارم؟ تو چی داری میگی علی؟ تو واقعا اینجوری میخوای کمکم کنی؟ نه 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 علی راست میگه، نمیتونیم این قضیه رو با بابام حل کنیم. پس میخوای با کی حلش کنی؟ آره عارفه با کی میخوای حلش کنی؟ مامانم. چی؟ بابای من ذاتن آدم عصبیه، قاطی میکنه. حرف ماهر رو که دیگه اصلا گوش نمیده. راست میگه آره. تو هم امروز گیر دادی به ما علی. به نظرم اگه یه نفر بتونه با بابام حرف بزنه اون حتما مامانمه. مامان خاله حسنا. بابا بزرگ محمود، حالت خوبه دیگه؟ راحت خوابیدی؟ میدونم دفعه آخر که اومدم یه قولی بهت دادم، گفتم دیگه دروغ و دونگ سر هم نمی کنم، همیشه راستشو میگم. بابا بزرگ من به قولم عمل کردم ولی یه قصوری ازم سر زد. بهادین هم امروز یه جوری تو چشام نگاه کرد، یه جوری ازم پرسید پسر دیگه حسنا؟ منم با خودم گفتم بیچاره ناراحت میشه، یه لحظه از دهنم در رفت. خدا هیچ کسو از بچه هاش جدا نکنه بابا بزرگ. گول شیطون خوردم بابا بزرگ محمود، گول خوردم.
سرم کلاه رفت، ولی الان چشم باز شده. اومدم بچه هامو بغل کنم، اومدم خونه و زندگیمو نجات بدم. حاضرم دار و ندارم و بدم که خانوادمو برگردونم. منو ببخش بابا بزرگ، منو ببخش. بسم الله، بسم الله، تو بسم الله، بسم الله. منو ببخش بابا بزرگ، منو ببخش. خدایا ما رو ببخش. وای توبه، توبه خدایا. آی 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 هاپ آی آی آی. یادگار جیوان، از وقتی رفتی دارم فکر میکنم بدبختی اگه یه بخشیش تو تقدیر آدم باشه، یه بخشیش هم انتخاب خودشه. یعنی وقتی آدم یه اشتباه تکرار میکنه پس از بدبختیش راضیه. خیلی لجبازی. چی؟ نفهمیدم. خیلی خوب باشه، ترسیدی، ترسوندنت. از بچگی تا حالا بیچارت کردن، میدونم حق داری، ولی تو هم دیگه خیلی بدبین شدی یادگار. نباشم جیوان، نباشم. نمیبینی که آدم وقتی خوشبینه و به بقیه اعتماد میکنه چی به سرش میاد؟ تو چیزی سرت نیومده یادگار؟ نیومده. معلومه که نیومده. زندگی دیگه واسه هممون یه چیزایی پیش میاد، ولی تا زمانی که تو اینجوری میترسی و فرار میکنی و همش خودتو قایم میکنی، در اصل داری خودتو مجازات میکنی یادگار. تو خجالتم نمیکشی؟ خیلی خوب یادگار، باشه باشه. هیچ کاری نکن، باشه نکن، نذار اتفاقی واسط بیفته. واسه اینکه ناراحت نشی از جا تکونم نخور، باشه؟ یعنی الان اونی که جسارت نداره منم؟ آره عزیز من، ترسوی، ترسو جیوان. و با این ترست هم داری خودتو نابود میکنی، هم منو یادگار. من نابود شدم جیوان، من نابود شدم. هر بار که حرف یکی رو باور کردم و بهش اعتماد کردم، ولی کسی چه میتونه این بار شاید ترسو بودنم به کار بیاد. ها؟ شاید این بار خودم رو نابود نکنم. آبجی یادگار، به این دوش دنبال شما میگرش. الو یادگار، تو کجایی؟ تو رستوران. بیام دنبالت؟ نه لازم نیست، خودم میام. میام دفترتون صحبت میکنیم، باشه؟ تا نیم ساعت دیگه اونجا. کجا میری؟ پیش آقا شاهین؟ زود برمیگردم عرفه. میخواید به مامانم چی بگی؟ نمیدونم که جیلان، نقشه عارف است دیگه. حال روزمونو ببین داداش، ما از دست همه فرار میکنیم، شما دارین دنبال یکی میگردین که باش حرف بزنیم. ماهن ها بیا عارفه. چی؟ من بیام؟ منو صدا کرد، منو. شما چرا میام؟ بریم بیا دیگه. اومدم دیگه. بیا بیرون. بیرون؟ چی شده؟ برو بیرون. برم بیرون؟ باشه. ببین عارفه، خاله حسنا نباید باید به جاییم خبر بدیم. داداش جیوان، ای بابا، قرار بود به بابات بگیم، گفتیم اون نمیشه، به خاله حسنا میگیم. الان به داداش جیوانم باید بگیم. میخوای یه دفعه بریم به فامیله تو اینتونم بگیم دیگه؟ خوشقنده من، بیخیال. خودمونو نمیگم که جریان آبجی یادگار رو میگم. جریان آبجی یادگار رو؟ آبجی یادگار رفت پیش آقا شاهین. یعنی شب میگم رفت، وقتی داشت تلفنی باهاش حرف میزد چنیدم رفت دیگه ماهر. داداش جیوان خبر داره؟ نه نداره، یکم پیش از من سراغشو گرفت. ای بابا،
ولی ببین، خب تا وقتی داداش جیوان هست که آبجی یادگار اون پیشنهاد رو قبول نمیکنه، تو که خودت میدونی. اگه قبول بکنه چی؟ اصلا اگه نمیخواد قبول کنه واسه چی داره میره؟ داداش جیوان کجاست؟ بالاست. بیا بالا. بیا. یه زنگ به خونه بزن بپرس ببین مبل زن داداش حسنات اومده یا نه. ماهه چشم موسی. ممنون دخترم، ممنون. چی شد آبجی؟ فعالیت خوب بود؟ بچه تکون خورد؟ ای خدا آبجی جون، تو که حسابی رنگ و رود پریده که. دردامون یکی دوتا نیستن، خدا هرچی مشکله یه دفعه برای آدم نازل میکنه. خیر باشه آبجی. خلیل کی؟ چند ماه ازش خبری نیست، یه خواستگار واسه این دختره پیدا شده، ایشالله میخواد بهش بله بگه. اون از خدا بی خبرم وقت گیر آورده واسه اومدن. چی داری میگی آبجی؟ چی شده خب؟ خلیل وای، همون چیزه یادگار میگی، همون بابای بچه هاش دیگه. آره تیپشم عوض کرده. آره یادم میاد، خیلی بد تیپ بود. اومده اینجا. وای اون اینجاست. بیا اینجا آبجی، بیا. ماشو این خود درست کرده بد تیپ. دارم میاد. باشه پس آبجی یادگار که برگشت، برنج و بلغور رو چیز میکنیم دیگه. عارفه من دارم میاد. باشه تایی باشه، ولی دفتر آقا شاهین خیلی دوره، ممکنه آبجی یادگار نرسه. مگه دفتر آقا شاهین چقدر دوره؟ آبجی یادگار میره و زود میاد دیگه، سریع میاد. آقا شاهین؟ دایی تو که میدونی بگو چقدر باید تو این برنج آب بریزی. چه آقا شاهینی؟ یه کار خصوصی داشتن مربوط به آبجی یادگاره. مسئله ازدواج. چی؟ ممکنه قبول نکنه ها، ولی آقا شاهین همچین پیشنهادی بهش داده، یه حلقه هم بهش داده، گفته تا برنگشتم نمیخواد جواب بدی، منم میرم و میام، بعد تصمیمتو بگیر و بگو. عارفه اونم امروز برگشت دیگه، آبجی یادگارم فوری رفتون. میره میاد دیگه، زود میره میاد، مگه نداداش جیوان؟ تو برنج و بلغور چقدر بد آب بریزیم تایی؟ ها؟ دایی جون به نظرت میرسه؟ نمیتونم. علی اونا که اونجوری از همه خواهی میشن، ما هم از ترس این که همه نفهمن نمیتونیم با کسی حرف بزنیم. هیچ کی توی زندگی یه روز خوش نداره. با مشترک مورد نظر امکان پذیر نمی باشه. عینکم زده بود با اون چشمای بدون مژه. اگه اون تو آنتب زندگی نمی‌کرد. شاید هم اومدی گردیش. خدا از دهنت بشنوه. اومده باشم نمیاد پیش ما. تو خودتو ناراحت نکن دخترم. آره، روی اینجا اومدنو نداره. داداشم عمرن اینجا راش بده. اگه اومده گردش اینجا چی کار میکنه؟ چرا عین روح افتاده دنبال ما؟ آره. آبجی بیا، آبجی بیا. بریز. اوه.
همه یه بدبختی ها پشت سر هم میاد. همه خبری ازش نیست. ای خدا چند ساعت شده؟ هرچی بود خوردم. این خلیل کلاه بردارم جلوی راهم سبز شد. از ناراحتی نباشه دخترم. آبجی آهنگ گوش کنیم چطوره؟ چی؟ تو مجله خوندم اینجور موقع ها آواز خیلی خوبه. میگم به طال بیاد یکی دوتا برامون آواز بخونه. شاید بچه یه جورایی تکون خورد دیگه آبجی. میخوای بچه رم سرسام بدی دختر؟ ها چیک راست میگه حسنا، این همه تکون نخوردن نشونه خوبی نیست. خدا نکنه. زود باش ها چیک، خبر بده بیان خونه. باشه میگم میگم. ای خدا بخار بخار. از پایین زنگ زدن آقا شاهین، یادگار خانم اومدن. باشه شبنم، ممنونم. خوش اومدی. ممنونم. حالت خوبه؟ چیزی شده؟ نه خوبم. بیا بشین. متشکرم. نوش جونت. مشترک مورد نظر امکان پذیر نمی باشد. تکون بخور درلت درلت، تکون بخور درلت درلت، تکون بخور درلت درلت، تکون بخور درلت درلت، زود باش دیگه مامان و سنار و ناراحت نکن. تکون بخور درلت درلت، لگدم خوبه درلت درلت، لگدم خوبه درلت درلت، تکون بخور درلت درلت، تکون بخور درلت درلت، تکون بخور درلت درلت، تکون بخور. حسنا حرکت نمی کنه دخترم. آخرین جمله رو که گفت یه لحظه فکر کردم الان تکون میخوره، ولی نه. بیت مامان حسنا، بیت. ما تو جامعه موسیقی بهش میگیم بیت. خوب آبجی حرکت نمی کنه. ای خدا حسنا. اونی که ازش میترسیدیم نباشه. خدا نکنه. ببینید، میخواید من ببرمش دکتر؟ سنش زیاده دیگه، هر لحظه ممکنه بچهش بیفته. بیتال زبونتو گاز بگیر پسرم. اوف آتابه. آبجی چی شد؟ انشالله که خیر. آبجی کجا؟ حسنا کجا میری آبجی؟ دخترم دارم میرم. امه کجا؟ دکتر میذاشتی به بهایدین خبر بدی؟ نه خودم میرم و میام. تنها که نمیتونی بری دخترم.
چی شده مامان؟ تو چرا داری از صبح تا حالا از دست بهاجون فرار میکنی؟ اینو بگو. بابا بزرگ طوفان زره. آی ماشالله تو یه روز بزرگ شدی فرفری، نگاش کن نمیشه بلندش کرد دیگه. ای پسر چیکار کردی حالا؟ خب حرف معلمتو گوش کردی یا نه؟ گوش کردم. آفرین به تو، باید همیشه حرفتو گوش کنی، باشه؟ خب بیا بگی. شکلات دست دو. آره بیا سوار شو، یه خبر خوبم برات دارم. چه خبر خوبی؟ سوار شو بهت میگم پسرم، سوار شو عزیز دلم، سوار شو پسرم، سوار شو. برو ببین عزیز دلم پسرم، ببین تو فرزر من دو تا آبجی دارم، خدا عمرشون رو طولانی کنه، هر دوش بودم پاره تنه منن، ولی از بچگی همش دوست داشتم یه داداش برای خودم داشته باشم، میدونی یه داداش کوچولو. منم دوست دارم. آها شاید داداشدار بشی، شاید داداشت داره میاده. واقعا میگی؟ من داداش نداشتم ولی تو داداشدار بشی طوفان زرد. الو؟ آره آبجی بیرونم، اومدم دنبال طوفان. خیر باشه؟ یعنی چی که هنوز حرکت نکرده؟ شب شد دیگه، شما از صبح حالا چی کار میکردید بس؟ منتظر چی بودی؟ باشه دارم میام، میام دارم میام، شما حسن رو بخابرید من دارم میام. برو عزیزم. بابا بزرگ بهاءالدین، بابا بزرگ بهاءالدین، بابا بزرگ بهاءالدین. بله پسرم. چی شو؟ مگه نمیخواستی یه خبر خوب بهم بدی؟ بیا دیگه علی. اومدم اومدم. چیزی لازم شد خبر بدی پسرم. باشه بابا. انشالله که خوابیده. خوابیده دخترم، بعد به دلت راه نده. اون همه هم خوشحال شد. چیزیش نمیشه دخترم. عارفه جیلم بیاین دیگه. خدافظ خاله. به سلامت دخترم. به ما هم خبر بدید بچه. باشه بابا. خدایا خودت رحم کن. به پرقه ولی برو. بهاءالدینم منو ببخش بهاءالدین. آروم باش حسنا، خودتو ناراحت نکن عزیزم، الان میریم دکتر همه چیو بهمون بگه دیگه. آره آبجی سایکو، حالت خوب باشه. آره خدا مامان حسنا که خوب شد واسه پایهای این مبل یه چرخ بذار بهاءجون، از صبح تا حالا از این ور به اون ور از اون ور به این ور نابود شدی. تو ولش کن آبجی آتشی. ممنون علی، اصلا تکون نمیخوره ماما. چی شده بابا جون؟ چیزی نشده دخترم، چیزی داره بامو شوخی میکنه، کوچولو داره بامو شوخی میکنه. نه علی ماه بجون میتسره بجون. شش موسا علی با شماره 3 داداش. باشه داداش. 1 2 3. مواظب باشی، مواظب باشی. بهاءالدین افتادم. میشه منم بیام بابا بزرگ بهاءالدین؟ نه فرفری نمیشه، باید همینجور بمونی. واسه یه چی آخه؟ بچه ها اینجور جاها نمیرن. بابا بزرگ بهاءالدین ما رفتیم. به سلامت بابا اسفنجی، تو هم بیا اینجا داداش جون، بیا با هم بریم توپ بازی کنیم. بیا من میرم توپ بازی میکنم، خدیجه برمیگرم. نمیشه فرفری، بچه ها نمیتونن برن، تموم. مامانم کجاست؟ نمیتونید برید تو آقای محترم، نگهبانا رو خبر کردم. به پایین خبر بدم آقا شاهی. لازم نیست شبنم، تو میتونی بری. یادگار کجاست؟ آقا شاهین یادگار کجاست؟ واسه ای بار آخر میپرسم یادگار کجاست؟ نیست. یعنی چی که نیست؟ نیست. رفت. موسیقی
پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس مدیا انترتینمنت. بهاءالدینم خیلی خوب، نگران نباش استاد، دیگه رسیدیم. الان دکتر میاد میگه چی شده دیگه، جای نگرانی هم نیست عزیزم. بیا بشین. انشالله بهاءالدین، انشالله. هنوز تکون نمیخوره مامان؟ نه دخترم، نه عزیزم. دکتر کجاست؟ آهر علی شما اینجا بمونید، من میرم دکتر رو پیدا میکنم. چشم بستم آنجا. منم میام بابا جون. یادگار، یادگار، بیا بریم. نمیام جیوان. میگم سوار شو. من نمیخوام بیام جیوان. بیاده میشم. یادگار، هیچ جایی نمیتونی بری. ولم کن جیوان، میخوام برم. کن. نه چی شد؟ مگه نگفتی من ترسو؟ مامان چی کار داری؟ ها؟ میخوام پیادش. یادگار بشین، کارت دارم. من با تو کاری ندارم جیبان، ولم کن، میخوام پیادش. یادگار یارن جان، بیا عزیزم، خوش اومدی. یونس جان، تو خبری نشدی به آبچی چیزی نگی؟ باشه پسرم، به یارن چیزی نگو. باشه. خوش اومدی یارن جان. ممنونم. خاله حسنا کجاست؟ همه ساله رفته دکتر. یونس از قدیم گرفت نفر راستو از بچه بشنو. آبچی یارن بچه شون پسره، شاید اصلا به دنیا نیاد. آخه تکون نمیخوره پسرم. آخه این چه حرفیه یونس؟ چرا، چی شده مگه؟ چیزی نشده عزیزم، چیزی نشده، به فرفری کاری نداشته باش. خدای خودت کمک کن، دیر به دستش آوردیم، نذار زود بره. بعد به دلت را نده خاله حسنا، چیزی نشده که. آره بابا حتما یه چیز دیگه شده. جلب اغلوه دیگه، بالاخره باید یه عدو اصولی در بیاره. جیوان کجاست؟ داداش جیوان قبل از ما رفت بیرون. ما هم بهش خبر ندادیم که نگران نشه. خودمونم که نمیدونیم چی شده، واسه همین آره. نبود. اونم ناراحت میشه. هنوز هیچ تکونی نخورده ماما؟ نه عزیزم، نه دخترم، از صبح تا حالا هیچ خبری ازش نیست. یه چیزی بخور، شاید تاثیر داشت. خاله حسنا همه چی خورده، هم گفتم شیرینی باعث حرکت بچه میشه. از صبح همش شکلات و آب نبات و این چیزا خوردم. پیاز چه؟ چه پیاز چه؟ داداش دست انداختی ما رو؟ چه دست انداختنی داداش؟ بدن خاله حسنا به پیاز چه عادت داره، بدون پیاز چه نمیتونه کار کنه. شاید کوچولو هم همینجوری شده. امکانش هست. بریم پیاز چه پیدا کنیم. نه، تو کیف خودم هست. پیاز چه تازه؟ علی ممکنه هزار تا اتفاق بیفته. ممکنه تو راه بمونیم، غذا پیدا نکنیم، آدم گشنش میشه. نه بگیرش عزیزم، بگیر دخترم. چوب شور بچه، آی بگیرش عزیزم، آی آخ حالم به هم خورد. پیداش کرد. بده بده جیلا،
بخور بخور خاله حسنا، نوش جونت، قشنگ بخور بخور، زود باش. خب چی شد؟ خاله حسنا ببینم تکون نخور. نه حسنا، با دکتر حرف زدیم، الان مریض داره، کارش که تموم شد تو رو معاینه میکنم. ممنون بهایتی. ای بابا گریه نکن دیگه، انشالله که به خیر میگذره. پسر من چیزش میشه. اون دیگه چیه ماما؟ پیازچه. تو مطب پیازچه از کجا آوردی؟ عرفه کارش نداشته باش دکتر. بهایتی نه جانم عزیزم، من باید چیزی به تو بگم. بگو عزیزم. ول کن مامان، بعدن هر چی میخوای بگی میگی، خودتو اذیت نکن. نه الان باید بگم، ولی باید با هم تنها باشیم. پس ما دیگه میریم اوستا. علی داداش تو کجا داری میری؟ زود باش داداش. آه بیا جلا. خیلی خوب. یه دقیقه چی شده؟ حتما مامانم میخواد یه چیزی بهش بگه. یعنی چی میخواد بگه؟ منم نمیدونم، لابد یه روز جدید داره. تو باش حرف زدی؟ بهش گفتی؟ چی؟ جریان خودمونو میگم دیگه. نه بابا ماهر به ما ربطی نداره. پس چی میخواد بگه؟ حسرا بس دیگه، خودتو ناراض نکن. بهادینم من یه اشتباهی کردم. چه اشتباهی عزیزم؟ قسمت دیگه، هیچ کس نمیدونه چی قراره سرش بیاد که عزیزم. بهادینم کسی نمیدونه، منم از همین میترسم. اتفاقی که افتاده تقصیر منه. یعنی چی؟ قول بده ناراحت نشی. چی داری میگی حسنا؟ عزیز دلم. بله بهادینم. بگو دیگه حسنا جا. حسنا لگت زد. چی؟ بچه لگت زد. واقعا؟ ای خدا بازم زد. حسنا ای خدا. حسنا خانم خدا رو شکر خانم دکتر لگت زد. داره لگت میزنه بهایتی. بچه ها یه چیزی شده. چی؟ نمیتونم ببینید اوستا داره میخنده. آره ماما داره لگت میزنه. عارفه خوبی؟ خدا رو شکر. دیدین بهتون گفتم؟ من که گفتم این کوچولو رو شکلات و اینجور چیزا تکون نمیده اوستا. اگه یه چیز تکونش بده اون پیاز شه. بعد یه آبی حرف درست زدی کله پوک. آفرین متا. آفرین ماهر. شما رو هم نگران کردیم خانم دکتر. داره لگت میزنه. برای اینکه خیالتون راحت بشه اجازه بدید یه بار دیگه حسنا خانم رو معاینش کنم. بهادینم تو برو حسنا، ما اینجا منتظریم. برو. ترسیده بودیم اوستا. نگو علی، منم خیلی ترسیده بودم. خیلی. یادگار با من بیا. بلم کن جیوان. بیا دیگه. با من ازدواج کن. چی گفت حسنا؟ خوبه بهایالدین، هیچ مشکلی نداره. خدا رو شکر. دلش پیاز چه میخواست؟ پسر مامانشه دیگه. پسرم هم دیگه پیازداغشو زیاد نکن خب؟ عارفه کجاست جایی؟ رفته دست صورتشو بشوره، الان میاد مامان. آه پس منتظرش بمونیم دیگه گم نشه. چرا گم بشه آخه؟ میاد پیدامون میکنه دیگه. تو ماشینیم، بیاد بریم. بیا.
الو یادگار جان، خوبی دخترم؟ آره واسه ما هم یه مشکلی پیش اومد، ولی خدا رو شکر تموم شد و رفت. چی شده آبجی؟ خیر باشه؟ وای چی داری میگی آبجی؟ لگدو که زد یه نفس راحت کشیدیم. به عمه اینا خبر دادم، اگه جیوان پیش توه به اونم بگو. نه نیست، اون کار داشت. آه پس رفته پیش دختره. کی؟ کدوم دختره ماما؟ جیلانم، هم همون دختری که قبل از ایتالیا رفتن ازش حرف زدن. حلقه یادگاری مامانم هم برده بود با خودش. یادگار مادری؟ آره، واسه دخترا نگهش داشته بودم. بگذاریم، جیوان برش داشت دیگه. وقتی داشت ازش حرف میزد تو هم بودی دیگه دختر، یادت نمیاد؟ گفت یه دختری رو دوست دارم، دختر خوبیه، همین نزدیکیاست. اصلا همون حلقه ای که دستش بود، همونی که داشت میرفت ایتالیا بهش دادی؟ نه آبجی خبر ندارم. باشه بهش خبر میدم. باشه بلا به دور، میبینم فعلا. باشه آقای راننده میشه لطفا وایسین؟ وایسا کجا برم؟ خانم دکتر، شما مامانم رو دیدین رفتن؟ بله ایشون رفتن. شما دختر حسا خانمی دیگه، درست میگم؟ یه برادر بزرگترم دارید؟ نه یه خواهر دارم، ولی من بچه بزرگشونم. آها پس اینجوری میشید سه تا خواهر. سه تا خواهر؟ اینو بدید به سوتاب خانم. مادرتون باید پایین باشن. روز خوش. روز خوش. اسما بهای دینا، تو بالا چی میخواستی به من بگی عزیزم؟ ها؟ گفتی من یه اشتباهی کردم، تقصیر منه. ها منظورم از تقصیر، دقیقا تقصیر نبود. اشتباه بود ماما؟ نه برعکس، نه که به طالبه ها چی گیر داده که باید حتما بریم اینجا به مشکل میخوریم و نمیتونیم و نمیرسونیم و این حرفا. خب منم از صبح تا حالا داشتم فکر میکردم چه جوری به تو بگم، گفتم الان دیگه وقتشه دیگه. چه وقتی حسنا؟ به تال چه ربطی به بچه داره آخه؟ من اومده بهای دینام، حالا بریم خونه حرف میزنیم. بریم بابا. بریم دخترم، بریم. بیا مامان جون. بیا بیا بخواب مامان. کجا بیام؟ روزانو بیا دراز بکش.